سلام و درود من بر همه دوستان عزیزم و ملت مهربانم. من این بار بخوام گاوهای حزبی رو که در مملکتمون انجام دادن براتون بگم. گاو بزرگ حزب توده و وطن فروش و نابود کردن ایران بود که چندین حزب مختلف با خودش درست کرده بود: مجاهدین خلق، فدایان خلق. از این برنامه ها در پارت‌های مختلف حزب توده درست کرده بود. نگرانی اصلی شاه از گروه‌های متعدد چپ در ایران است که مدت هاست در حال فعالیتند. نخستین و مهمترین گروه چپ حزب توده است که در شهریور 1320 تأسیس می شود. حزب توده خواستار تشکیل یک حکومت کمونیستی در ایران است که متحد شوروی باشد. شوروی دارای قدرتمندترین نظام کمونیستی و در پی گسترش کمونیسم و تفکر چپ در جهان بود. حزب توده به سرعت یکی از فراگیرترین احزاب سیاسی ایران می شود و حتی برخی رهبران آن به مجلس و دولت قوام السلطنه راه پیدا میکنند. حزب توده همواره یک تشکل محوری در جریان چپ باقی میماند. مهمترین دستاورد حزب توده پیروزی در حوزه فکری است. حزب توده با ترسیم یک جامعه آرمانی گروه‌های کم درآمد جامعه را علیه اقشار پردرآمد تحریک میکند. حزب توده ادبیاتی را در جامعه تبلیغ و ترویج می کند که در آن کارآفرینان و صاحبان سرمایه خائن و چپاولگر نامیده می شوند. ادبیات آنها به قدری همه‌گیر می شود که حتی مذهبی های ضد کمونیسم همانند آیت الله خمینی از ادبیات چپ استفاده می کنند و از بسیج مستضعفان و پابرهنگان علیه ثروتمندان سخن می گویند. از این بعد نهضت آزادی، مردم روشنفکر مملکتمون، اونا چه خیانتی کردن، مثلا نمیدونستن که چه گافی دارن میکنن. وقتی پرده کنار میرود و آیت الله خمینی، مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی به جمع خبرنگاران میآیند، روحانی جوانی به نام هاشمی رفسنجانی در کنار آنها دیده میشود. جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم. پس از معرفی بازرگان، آیت الله خمینی آغاز به سخنرانی می کند. سپس نوبت به مهدی بازرگان می رسد و او خطاب و رو به آیت الله خمینی سخنرانی می کند. بختیار در موضع‌گیری دیگری خطاب به همفکران ملی‌گرای خود که دولت او را غیر قانونی می‌خوانند می‌گوید: من از همان پادشاهی حکم نخست وزیری دارم که مصدق حکم گرفته بود. یا شما حرمت به قانون را قبول دارید یا ندارید. دو موضوع مرا وادار کرد که خمینی را به ایران بپذیرم. یکی راه دیگری نبود. راه یک بود فقط، که وقتی که از سرحد غرب وارد می شد بنده به ربیعی بگم تیارشو بزنه. هیچ راه دیگری نبود. اون وقت اجازه بود. اون وقت یک راه داشت و اون این بود: من حساب همه چیز کرده بودم. وقتی هم خواستم به پاریس بیام، خیال نکنید برای دیدن قیافه منحوس ایشان بود، برای اون که بنشینم پشت میز و او را از اون حالت الوهیتی که خودش برای خودش درست کرده بود بکشمش مابین دو ایرانی که با هم حرف میزنند، به شرط اینکه البته او ایرانی تلقی بشه. حالا ایران در شرایط کلاسیک یک کشور و دو دولت قرار دارد. بختیار و بازرگان دو همرزم مصدقی دیروز، یکی نخست وزیر شاه است و یکی نخست وزیر خمینی. بختیار به واسطه سوابق سیاسی خود یکی از معدود انتخاب‌های هوشمندانه شاه در سال 57 بود، ولی در مقابل مهدی بازرگان با سوابق مشابه
یکی از معدود گزینه‌هایی است که توان رویارویی با بختیار را دارد و آیت الله خمینی با انتخاب بازرگان هوش سیاسی خود را نمایان می‌کنند. بازرگان یک ملی‌گرای مذهبی است و همزمان که مورد تایید گروه‌های ملی است، مورد احترام گروه‌های مذهبی هم قرار دارد. گاف دیگه سوسیالیست‌های ندونم کاری خودشون و چه گافایی کردن مجاهدین، چه گافایی بزرگی کردن و جوون‌های مملکتمونو زیر گلوله‌های اعدام گذاشتن. من یادمه تو اوین که بودم وقتی مجاهدینو گرفته بودن، جوون از این ور بند تا اون ور بند از دوستش خداحافظی میکرد و آرزویش مرگ بود. هنوز بوی زندگی رو نفهمیده بود و آرزوی مرگ میکرد. وقتی زور ردای تقوا به تن میکند، بزرگترین فاجعه به بار میآید. علی شریعتی رادیکال ترین اندیشه های چپ را با مفاهیم مذهبی پیوند می دهد و نمونه ای رادیکال از اسلام ارائه می کند که با گفتار روحانیت سنتی تفاوت دارد. او در سخنرانی های خود از جامعه بی طبقه اسلامی می گوید و این گونه جوانان آرمانخواه زیادی جذب او می شوند. علی شریعتی مفهومی با عنوان تشیع سرخ در برابر تشیع سیاه را تئوریزه میکند. در اندیشه شریعتی تفسیری سوسیالیستی از اسلام ارائه میشود که بیشتر از همه به ایدئولوژی یکی از مهمترین گروههای چریکی به نام سازمان مجاهدین خلق شباهت دارد. سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران با گرایش ملی مذهبی مانند محمد حنیف نژاد و سعید محسن و اصغر بدیزادگان تأسیس میشود. سازمان مجاهدین خلق مشی مسلحانه در پیش می‌گیرد که اقدامات تروریستی آن دستگیری و اعدام کادر رهبری مجاهدین خلق را در پی دارد. با این حال مجاهدین خلق با رهبرانی تازه مانند موسی خیابانی و مسعود رجبی که در زندان هستند به طور زیرزمینی فعالیت‌های مسلحانه و تروریستی خود را ادامه می‌دهد. بله، این جوان ها در این سطح نسلمون از بین رفت، در جنگ نسلمون از بین رفت و هنوز نسل‌کشی میکنن، همش به خاطر حزب توده و نامردیاش و گاف های زیادی که در ایران هنوز هم ول نمیکنه و آدم های بزرگی رو پرورش نمیدونه که ملت هوشیار اندفعه. ملت دیگه این حزب را قبول نخواهد کرد مگر خود ملت قبول کنه که چه حزبی و چه پادشاهی در ایران بیاد و حکومت کنه و مردم از چنگال این زندگی بیرون بیان. دوباره می سازمت وطن اگر چه با خشت جان. به امید روزای خوب و انتخاب خوب مردم برای وطنشون و آزادی مملکتمون. با امید روزهای خوب.